121 تأسیس درمانگاه خیریه ساله در تهران. آخرین اقدام خیریه حضرت آقای رضا علی شاه تأسیس درمانگاه خیریه ساله است که نمونه بارز طرز فکر و نحوه عمل و سختی هایی است که در این قبیل امور متحمل می شدند و چون نگارنده از همان ابتدا در جریان آن بودم و افتخار خدمت در سمت مدیریت این درمانگاه را نیز دارم، به تفصیل از بدو شروع به کار تا اختتامش را با درج اسناد مربوطه ذکر می کنم. حضرتشان مدتها در فکر تأسیس درمانگاهی بودند و مکرر اشاره می فرمودند. لذا در روز جمعه 25 خرداد ماه 1363 نیمه ماه مبارک رمضان 1404 جمعی از اخوان را دعوت نموده و در حضور آنان مکنونات قلبی خود را مبنی بر تأسیس درمانگاه خیریه بیان داشته و در همون جلسه درمانگاه را به نام نامی والد بزرگوارشان حضرت آقای صالح علی شاه تا و سرا صالح نام نهادند و ضمناً نامه‌ای به وزارت بهداری مرقوم داشته و تقاضای اجازه تأسیس درمانگاه را نمودند. هوالله 121 خدمت جناب آقای دکتر هادی منافی وزیر محترم بهداری. محترمان عرضه می دارد عده‌ای از برادران ایمانی مائل بلکه شائق هستند که درمانگاهی برای رسیدگی به امور بیماران که جنبه فوریت داشته باشد در ساختمان قرب حسینیه امیر سلیمانی که صورت وقف نیز دارد و مربوط به حسینی است، با توجه به کثرت بیماران و نبودن یک درمانگاه در این محل تأسیس و ایثاراً مشغول کار شوند. لذا بدین وسیله تقاضا می شود دستور فرمایید اجازه تأسیس آن را صادر نمایند. ضمناً به اطلاع می رساند که سایر مخارج آن نیز تأمین و پرداخت خواهد شد و نیاز مالی به وزارت بهداری نخواهد داشت. امید است وزارت بهداری نیز پس از افتتاح این مؤسسه خیریه عامل منفعه از راهنمایی های لازم و همکاری در کارهای آن مضایقه ننماید. انتظار می رود هرچه زودتر جواب موافق داده شود، موجب کمال تشکر است. تاریخ 15 رمضان المبارک، عید سعید تولد حضرت مجتبی علیه السلام 1404 مطابق 25 خرداد 1363. فقیر سلطان حسین تابنده گنابادی. امضا مبارک. از آن لحظه نگارش نامه ها و فعالیت ها شروع گردید. در تاریخ 29 آذر 1365 طی نامی دیگری به وزارت بهداری موضوع اجازه تأسیس درمانگاه را مجدداً مطرح ساخته و همچنین این جانب را به وکالت و نمایندگی خود معرفی فرمودند. هوالله 121 وزارت محترم بهداری و بهداشت. محترمان عرضه می دارد در تعقیب نامه مورخی 15 رمضان 1404 25 خرداد 1363 موضوع درخواست اجازه تأسیس درمانگاه، چون تا کنون جوابی در این باره نرسیده و موافقت خود را اعلام نفرمودند، انتظار دارم هرچه زودتر جواب موافق اعلام فرمایند که شروع به تهیه مقدمات تأسیس آن بشود. ضمناً تذکراً عرضه می دارد که فرزندی حاج محمد تابنده از طرف فقیر وکالت دارد که این امر را تعقیب نموده نامه و مراسلات را به جای فقیر امضا کند و اقدامات لازمه را بنماید و امضای او در این باره به جای امضای فقیر
محسوب می گردد. تاریخ 17 ربیع الاول 1407 فقیر سلطان حسین تابنده گنابادی امضای مبارک. در نتیجه مسئولین امر خواهان مشخص کردن نحوه تأمین مخارج درمانگاه شدند. حضرتشان طی نامه‌ای که در دوم اسفند 1366 ارسال داشته چنین قید فرمودند: مخارج آن را فقیر عهده‌دار هستم و هیچ گونه تحمیلی به وزارتخانه نخواهد بود. هو 121 وزارت بهداری و بهداشت. پیرو تقاضای مورخی 10 شعبان 1407 20 فروردین 1366 که برای تأسیس درمانگاه شده، مجدداً عرضه می‌دارد که مخارج آن را فقیر عهده‌دار هستم و هیچ گونه تحمیلی بر آن وزارتخانه نخواهد بود و برای امور خیریه است. فقط منظور موافقت آن وزارت برای تأسیس آن می‌باشد. تاریخ 3 رجب 1408 دوم اسفند 1366 فقیر سلطان حسین تابنده گنابادی امضای مبارک. و نیز در اول خرداد 1367 معظم الله هیئت امنای منتخب خیش را طی مراسله ای به وزارت بهداری معرفی فرمودند. هو 121 وزارت بهداری. پیرو نامه قبلی بدین وسیله 7 نفر اعضای هیئت مؤسس درمانگاه خیریه صالح را به شرح زیر معرفی می نمایم. آقای محمد تابنده، آقای دکتر حسن شفیعیان راد، آقای دکتر نصرالله تابنده، آقای حاج محمد حسین خبره فرشچی، آقای محمد نعیم ایرانی، آقای عبدالولی نور و آقای دکتر علیرضا مصور علی. ششم شوال المکرم 1408 اول خرداد 1367 تابنده امضای مبارک. پس از ارسال این نامه در تاریخ 13 آذر 1367 اجازه تأسیس درمانگاه خیریه صالح از سوی مقامات مسئول صادر گردید. اولین جلسه مشورتی پدر بزرگوارم و هیئت امنا در 23 آذر 1367 در منزل آقای دکتر شفیعیان راد منعقد گردید. درباره این جلسه حضرتشان شرحی مرقوم داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم و هو المحیی و الشافی. پس از حمد خدا و درود به روان پاک پیغمبر ما محمد مصطفی و 12 نفر جانشینان بر حق آن حضرت که نخستین آنان علی مرتضی و 12مین حجت عصر امام زمان عجل الله فرجه می باشند، خوشوقتم که اجازه تأسیس درمانگاه خیریه صالح که چندین سال است مشغول اقدام بوده ایم در تاریخ 13 آذر ماه 1367 مطابق 23 ربیع الثانی سال 1409 صادر گردید و نخستین جلسه هیئت امنا برای ترتیب کاران به دستور فقیر در روز 23 آذر ماه مطابق 4 جمادی الاولای 1409 در منزل برادر مکرم آقای دکتر حسن شفیعیان راد حفظه الله تشکیل شد و فقیر هم برای استماع نظریات آقایان در آن جلسه حضور یافتم و مذاکراتی در آن باره نمودند. و هرچند مؤسس اصلی خود فقیر می باشم ولی هیئت مؤسس را دیگران تعیین نمودم که تحت نظر خود فقیر با نهایت شوق و علاقه به کار و خدمت به جامعه مشغول باشند. از خداوند مهربان توفیق آن برادران را در خدمت به اجتماع خواستارم. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. فقیر
سلطان حسین تابنده گنابادی، امضاء مبارک. همچنین در پایان این جلسه مقرر گردید که در منگاه خیریه ساله در محل استیجاری واقع در جنوب غربی حسینی امیر سلیمانی به طور موقت شروع به کار نماید و نیز موقوفه ای جهت تأمین مخارج و زمینی جهت احداث ساختمان اصلی درمانگاه معین شد تا به وزارت بهداری اعلام گردد. در تاریخ اول دی ماه 1367 در این رابطه نامه ای به وزارت بهداری ارسال گردید. هو 121 وزارت جلیله بهداری، محترمان عرضه می دارد با توجه به صدور اجازه تأسیس درمانگاه خیریه ساله به شماره 654-1339-13-967 از طرف شهربانی کل کشور به مدیریت فرزند فقیر حاج محمد تابنده، در صورت موافقت اصولی برای این درمانگاه از طرف وزارت بهداری مخارج آن را خودم تقبل می کنم و در نظر دارم زمینی وصل به محل حسینی امیر سلیمانی برای ساختمان آن اختصاص دهم و نیز مستقلی هم برای بودجه آن خریداری نموده وقف نمایم. منتظر صدور موافقت می باشم. اول دی ماه 1367، 12 جمادی الاولی 1409، با تقدیم احترام تابنده، امضاء مبارک. مؤسس معظم در 15 اسفند 1367، مطابق با 27 رجب 1409 و مقارن با مبعث حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، با تشریف فرمایی خود و حضور جمعی از معارف و گروه های مختلف، در منگاه خیریه صالح را در ساختمان موقت افتتاح فرمودند. در تاریخ 14 تیر ماه 1368، مستقلی واقع در تهران خیابان کریم خان زند خریداری و در 30 آبان ماه همان سال جهت تأمین هزینه های درمانگاه توسط حضرتشان وقف گردید. خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، کین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان. ما اون دوام و ذکر و و هو بر شافی فی کل نفوس. حسب حمد و ثنای حضرت خداوندی و درود به روان پاک پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و 12 نفر جانشینان بر حق آن حضرت که نخستین آنان علی مرتضی و 12 حجت است امام زمان عجل الله فرجه می باشد. در آغاز سخن وظیفه خود می‌دانم که سالروس بعثت منجی عالم بشریت محمد مصطفی علیه آلاف و تحییت و ثنا را به محضر مقدس پدر بزرگوارم بندگان حضرت آقای رضا علی شاه مؤسس و بنیانگذار معظم درمانگاه خیریه ساله و حضار محترم تبریک و تهنیت عرض نمایم و امید است از فیوزات و برکات این روز خجسته همگان در ظل عنایات حضرت قبله‌گاهی روحی لوالفدا بهره‌مند باشید. لازم است که در این محضر مقدس و جمع مکرم
مختصری از تاریخ تحسیف در منگاه خیلیه سالت به عرض و خم عزیزان برسانم. انگیزه و نیت تحسیف در منگاه خیلیه از دیر زمانی مورد توجه و عنایات خاص پدر بزرگوارم بندگان حضرت آقا روی خدا بوده و در هر فرصت زمانی این انگیزه و نیت خیر ابراز می شد. تا این که در روز تولد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام سنه 1404 هجری قمری رسما تقاضای تأسیس در منگاه خیریه از مقامات مسئول شد که با توجهات و عنایات خاصه حضرت قبلگاهی روی فدا و تنگیری اقوام مکرم پس از طی مراحل و تشریفات پیچیده اداری در تاریخ 13 آذر 1367 مطابق 23 ربیع الثانی 1409 اجازه تأسیس در منگاه خیریه صادر گردید که موجب تشکر و امتنان است. بایستی عرض شود تقارن صدور مجوز تأسیس در منگاه با 100 سالگرد تولد حضرت آقای صالح علی شاه قدس سره به فال نیک گرفته می شود، زیرا اول مرداد ماه 1367 آغاز 100 سال روز میلاد حضرت آقای صالح علی شاه بود که طی مراسم خاصی با حضور بندگان حضرت آقا روی فدا در کتابخانه صالح حسینی امیر سلیمانی برپا گردید. در اثر این تقارن و نظر به نیل مبارک پدر بزرگوارم نام در منگاه به خیریه صالح نامگذاری و ثبت گردید. در مورد ساختمان در منگاه بایستی به عرض برسانم مکانی که ملاحظه می‌فرمایید به طور موقت مورد بهره برداری است، زیرا ساختمان اصلی در منگاه خیریه صالح در جنب قسمت شمالی حسینی امیر سلیمانی در نظر گرفته شده است که مقدمات کار احداث ساختمان و تأسیسات درمانگاهی آن آغاز گردیده که امید است انشاءالله با توجهات و عنایات خاصه حضرت ولیعهد عجل الله فرجه و بندگان حضرت آقا روی فدا به زودی درمانگاه با تأسیسات کامل در محل جدید مستقر و مورد بهره برداری و خدمات قرار گیرد. موضوع دیگر این که سرویس خدماتی درمانگاه فعلا خوب تا ظهر است و امید است در آینده نزدیک سرویس خدماتی دو وقته داشته باشید. فرصت را محتمل دانسته در این مکان مقدس در محضر حضرت قبلگاهی و حضار محترم از دو تن آقایان پزشکانی که همکاری خود را با درمانگاه اعلام داشتند تشکر نموده ترتیب همکاری ایشان داده خواهد شد. مطلب دیگری که لازم است به عرض حضار محترم رسانده شود این است که کلیه وسایل و تجهیزات هم از دارویی و غیره را پدر بزرگوارم بندگان حضرت آقا روی فدا شخصا اهدا فرموده و مخارج آتی درمانگاه را نیز متقبل گردیدند. در خاتمه عرایض بار دیگر عید سعید مبعث را که روز نزول برکات الهی به حضور بندگان حضرت آقا و حضار محترم تبریک عرض نموده و از این که قبول دعوت فرمودند سپاسگزاری می شود و از محضر مقدس حضرت آقا تقاضا داریم که با تشریف فرمایی به ساختمان افتتاح رسمی و آغاز کار و افتخار خدمتگزاری کارکنان در منگاه خیریه صالح را بفرمایند. در خاتمه از حضرت آیت الله قرمی که اظهار لطف فرموده و برای افتتاح تشریف آوردن تشکر از و سلامتی و موفقیت معظمانه را از خداوند خواست دارد. یعنی بعد از 50 سال که در خواست کرده بودیم برای این تأسیس در منگاه کمک به بیماران بکنند فرق نمی کنند کمک به افراد بشر همه از حد جنسی و از حد طبقهی باشند و اقدامات این طریق مرتب برای اجازه تأسیس
و با اون چه محلی هنوز برای اون در بزن گرفتی نشدیم در محلش در بزن گرفتی شده بود این ساختمانش نشدیم مردانش موقتاً اینجا رو در نظر گرفتیم که برای اینکه هر چی زودتر افتتاح بشه چون کار خیلی است و بسیار مهم برای افراد بشر مکار کسانی که در تهران هستن و منظور هم همین است که خدمتی انجام بشه و این روزی که بهترین روز اسلامی در جشن بزرگ اسلامی و روز بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد همونطور که صبح مفصل عرض کردم روزی است که نزل نهای قرآن تنزیلا روز شبقدر اینا انزل نام بودی لیلت القدر انزال بود و امروز روزی است که این تنزیل شروع شد نیست که امروز اختیار انتخاب کردیم که اول ظهور دیانت مقدسه اسلام است و برای افتتاح و از هم افرادی از دوستان و برادران که در این امر خدمت کردند و هم از هیئت امنا و هم فرزند خود محمد که در این قسمت ها واقعا جدیت کرد در این چند روز اخیر خوب خیلی امتنان دارم و خیلیش به برای همه اونها از خداوند مسئلت میکنم و امیدوارم که موفق باشند در همه امور خیریه و خداوند هم به همه اونها اجر عنایت بکنم برنامه چه بناست؟ خب اگر اجازه بدید هر جور برنامه معین شده بجا بود قدرت سلطان حسین مهربان هم از شاه رضا پاوند خان وادی ملک ودا قاضی خلق قطب دوران پادشاه ملک جان از ره احسان و جود آن ذل کرم عید مبعث در حضور عاشقان در صدون سال ظهور نور نور اول گفتونم ابن نور در جهان کرد در منگاه صالح افتتاح بعد قرن 14 9 سال دان هست در منگاه صالح بی نظیر از طبیب و خادمان در این زمان نعمت الله و سعادت نعمت الله سعادت آل دکتر آزاده عزیز چون علی دکتر مصور نکتدان هست چین راود نکو دکتر حسن جملگی آماده روزان و شبان ناظران شخص محمد از کرم نور و نصر الله و خبره ای جوان شادمان حضرت رونق علی عزت علی سید علی و همت علی خود کامران شادمان نور علی محمود با شاد نصر الله و شکر الله به جان هم علی و هم محمد کامران عید مبعث عید خاص مؤمنون کار اندیش و رضاخانی و راد عسکری رزمی و کاشانی کیان مصطفی و شورورزی بهمنی هم رحیمی و سعیدی شادمان
رازی و پاودوکی و جذبی جواز شاد و سالم با جمیع عارفون قائرید و قانعید و قائمی شاد ایرانی شاد ایرانی لطف صوفیان عزت و عزت و اقبال پیر ما کدوم باز هر دم ای خدای انسجان ساد راضی ای خدا از دوستان حضرت سلطان حسین مهربان برای سلامتیشون یه صلوات آهسته خدا میشنوه یه صلوات بزنید یعنی سرمین سال تولد حضرت ها شدیم برای نام مبارک ایشون کتاب خانه حسین قیادت حسین می امیر سلیمانی را کتاب خانه صالح نام گذاشت. اینجا هم بیاد ایشون درمانگاه خیریه صالح گذاشتیم و اینجا این روح ایشون از ما شاد باشه و خودم هم همونطور که فرزندی از خدمت ایشون از تشکیل فرمایی حضرت آقای تشکر میکنیم به اینجا در واقع در نوازی کردن. خفته خبر نداره سر بر کنار جانان کین شب دراز باشد کین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان شب دراز باشد بر چشم پاس بان رضایت شما رضایت خداست. هر کس اعمال آداب شریعت و طریقت را انجام بده شما ازش راضی هستید. من تو را ماشین میامدم گفتم یه نفر یه معلم چندین شاگرد داره هر شاگردی که کار بکنه درس بخونه برای خودشه ترقی میکنه ولی معلم خوشش میاد معلم از اون راضی است. اون شاگردی که کار نمی کنه او باعث نارضایتی
ما همه شایدایی هستیم که نارضایتی شما رو فراهم میکنیم. امروز روز عیده و حق بزرگترین شخصیت عالم بشریت و حتی 14 معصوم خصوصا امام زمان عجل الله تعالی فرجه ای شما ببخشید، خدا ببخشید، ای خدا ببخشید، شما ببخشیدید، عفو کنید. ما امروز از این جلسه که میریم عیدی داشته باشیم، زیارت شما عیدی، فرمایشات شما عیدی، ما بیشتر طالبیم، بیشتر میخوایم. از فضولی کردم معذرت میخوام، امیدوار هستم که عنایتتون به مستدام بیشتر بکنید. در 24 خرداد ماه سال 1369 بنا به استدعای هیئت امنا برای احداث ساختمان اصلی درمانگاه در زمینی به مساحت 1248 متر مربع مجاور حسینی امیر سلیمانی تشریف فرما شده و اولین کلنگ عملیات ساختمانی درمانگاه را به زمین زده و دفتر کارگاه ساختمانی آن را توشیح فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو المبدئ و خالق السماوات والارض و محیی و ممیت. پس از ستایش حضرت حق جل جلاله و درود به روان پاک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و علی مرتضی و 11 نفر جانشینان آن بزرگوار و فرزند والا گوهرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، باعث خوشبختی است که پس از چندین سال کوشش و زحمت برای تأسیس درمانگاه خیریه ساله، امروز که روز 20 ذی‌القعده الحرام 1410 قمری 24 خرداد 1369 شروع به پیریزی محل این درمانگاه وصل به حسینیه امیر سلیمانی نمودیم که به همت و کوشش برادر مکرم جسمانی و روحانی آقای مهندس شکرالله تابنده و فرزندی حاج محمد تابنده و آقای محمد نعیم ایرانی که سالهاست در خدمات خیریه خود ما اشتغال دارند و فقهم الله شروع گردید، از خداوند مهربان سلامتی و توفیق و اجر دارین
برای ایشان و سایر خدمتگزاران خواستارم. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اقل سلطان حسین تابنده گنابادی، امضاء مبارک. در تاریخ 20 خرداد ماه 1370 اعضای هیئت امنا مفتخر به دریافت احکام جداگانه ای از پدر بزرگوارم گردیدند. هو 121. نور چشم مکرم آقای حاج محمد تابنده، مدیر عامل درمانگاه خیریه صالح تهران، سلمه الله. شما در حین داشتن مدیریت عامل به عضویت هیئت امنای آن درمانگاه تعیین می شوید. البته در خدمت به درمانگاه و انجام امور خیریه کوشش دارید. و السلام علیک. 20 خرداد 1370 27 شهر ذی القعده الحرام 1411. تابنده، امضای مبارک. از زمان تأسیس درمانگاه افراد نیکوکار و خیری که مشتاق به کمک در این امر خیر بودند، موضوع را به وسیله اعضای هیئت امنا و یا شخصا به محضر انورشان معروض می داشتند که در پاسخ می فرمودند هر کس مشتاقانه و مفتخرانه بخواهد کمک کند مانعی ندارد. در 20 تیر ماه 1370 برابر با 28 ذی الحجه 1411 بیانیه‌ای در این رابطه شرف صدور یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. 121. تاریخ 28 ذی الحجه الحرام 1411. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین. به عرض برادران ایمانی میرساند. بعضی آقایان اخوان میل دارند در درمانگاهی که به دستور خود فقیر در تهران تأسیس شده و به نام درمانگاه خیریه صالح موسوم گردیده، برای امور خیریه و درمانی آن کمک کنند. مانعی ندارد توسط فرزندی حاج محمد تابنده مدیر عامل درمانگاه انجام شود، صحیح است. خداوند اجر و وسعت و برکت عنایت فرماید. و سلام علی عباد الله الصالحین. مورخه 28 ذی الحجه الحرام 1411 مطابق 20 تیر 1370، اقل سلطان حسین. مؤسس معظم در تاریخ اول تیر ماه 1371 مطابق 20 ذی الحجه الحرام 1412 ضمن بازدید از عملیات ساختمانی درمانگاه، کارکنان را مورد تفقد قرار داده و دفتر ساختمانی را توشیح فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و هو الشافی. خوش وقتم که به حمد الله ساختمان در منگاه خیریه صالح وصل به حسینیه امیر سلیمانی به همت و کوشش برادر مکرم آقای مهندس شکرالله تابنده و نور چشم مکرم حاج محمد آقا تابنده و زحمات آقایان محمد نعیم ایرانی و حاج محمد هاشمی معمار در تاریخ 20 شهر ذی الحجه الحرام 1412 برابر اول تیر ماه 1371 به اتمام رسید و برای خدمت به جامعه و پرستاری بیماران مهیا گردید. از خداوند مهربان و شفادهنده ازدیاد توفیق آقایان نامبرده و کارمندان این درمانگاه را خواستار
و اجر دارین و وسعت و برکت برای همه مسئلت دارم. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، فقیر سلطان حسین تابنده گنابادی، اقل سلطان حسین، همه ما به روح متبرک پدر بزرگوارم حضرت آقای صالح علی شاه قدس سره متوسل و رفع گرفتاری های خود را به وسیله آن حضرت از درگاه خداوند مهربان خواست داریم. اقل سلطان حسین. ساختمان درمانگاه در 4 طبقه با زیربنایی به مساحت 1378 متر مربع در تاریخ 12 مرداد 1371 مطابق با 3 صفر 1413 آماده بهره برداری گردید و در این روز پدر بزرگوارم ساختمان درمانگاه را مورد بازدید مجدد قرار داده و طی مرقومه‌ای خوشنودی خود را از کلیه افرادی که در به ثمر رسیدن این درمانگاه کمک نمودند ابراز داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الشافی. چندین سال بود که تصمیم تأسیس درمانگاهی خیریه داشتم تا آنکه به حمدالله به دریافت اجازه از طرف وزارت بهداری موفق گردیدم و آن را افتتاح نمودم و به درمانگاه خیریه صالح نامیدم. ضمناً شروع به ساختمان محلی به نام آنجا در جنب حسینی امیر سلیمانی کردم و فرزندی حاج محمد تابنده وفقه الله را به مراقبت امور درمانگاه و ساختمان آن دستور دادم و به حمدالله در انجام وظایف محوله کوتاهی نداشته و تا کنون به خوبی انجام داده است. از هیئت امنای آن نیز که جدیت در انجام وظیفه دارند امتنان دارم و از کسانی هم که در کمک و مساعدت در آن باره جدیت و کوشش دارند خوشنود می باشم و انتظار دارم فرزندی و هیئت امنا و کسانی که در امور درمانگاه و ساختمان تکمیل آن کمک می کنند بیش از پیش جدیت و کوشش برای تکمیل و تقویت آن بنمایند که باعث سرفرازی و موجب اجر دارین برای آنان می باشد و موجب امتنان فقیر نیز می باشد. از خداوند مهربان اجر دارین و مزید توفیق و گشایش بیشتر برای همه آنان خواست دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تاریخ 3 ماه صفر 1413 قمری 12 مرداد 71 شمسی، اقل سلطان حسین. و چون ایام سوگواری خامس آل عبا علیه السلام بود مقرر فرمودند که در 24 شهریور 1371 همزمان با 17 ربیع الاول میلاد نبی اکرم، همزمان با 17 ربیع الاول میلاد مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صادق آل محمد علیه السلام، درمانگاه از محل موقت به ساختمان اصلی خود منتقل و فعالیت خود را ادامه دهد. ولی متاسفانه با یک دنیا تأثر و تحسر زایعه معلمه 18 شهریور 1371 11 ربیع الاول 1413 رحلت پدر بزرگوارم پیش آمد که تمام تصمیمات و اقدامات بعدی را در هم ریخت. لکن طبق دستور و خواسته آن بزرگوار در روز مقرر درمانگاه به محل اصلی انتقال یافته و شروع به فعالیت نمود. مراسم افتتاح درمانگاه در 16 دی ماه سال 1371 مقارن با شب 13 رجب 1413 میلاد با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و با حضور برادر بزرگوارم حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شاه و جمعی از معارف و اقشار مختلف با بخش‌های داخلی، قلب، کودکان
دندان پزشکی، زنان و مامایی، تزریقات، پانسمان و واکسیناسیون انجام پذیرفت و تناوباً بخش‌های چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، رادیولوژی، آزمایشگاه، سونوگرافی، ارتوپدی و ارتودنسی مورد بهره برداری قرار گرفته و درمانگاه به صورت دوشیفته مشغول به خدمت بوده و با کلیه بیمه ها طرف قرارداد می باشد. حاج محمد تابنده. خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، کین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان. Thank you.